so much for giving us time again. As usual, I appreciate it. The options for getting this crisis. اولین سوال اینه که چه راه‌های حل برای بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان وجود دارد؟ آیا آمریکا می‌تواند نقش وسیع‌تر بازی کند؟ سفر وزیر خارجه جان کری به افغانستان تا چه حد کمک خواهد کرد؟ I hope so. امیدوار هستم تا حلی کمک کند، ولی حل مشکل در نهایت به مردم افغانستان مربوط می شود. ایالات متحده همیشه در قسمت وارد کردن نفوذ در انتخابات متردد عمل کرده است. چیزی که ما می خواهیم این است که ایالات متحده آماده است در صورت موجودیت هر نوع تقلب و بی‌نظمی در تفتیش سهم داشته باشد و نتیجه ای را که مردم افغانستان می خواهد برایشان داده شود. و سفر جان کری خوب است، به دلیل اینکه رئیس جمهور به دلیل غیرقانونی بودن نتایج ابتدایی قطع کمک های امریکا را هشدار داده است. سیاستمداران افغانستان باید این موضوع را جدی بگیرند. این موقعیت است که برای آینده افغانستان تصمیم گرفته می شود و هرگاه این نوع وضع نامنظم باشد، نتیجه آن برای همه نامطلوب خواهد بود. اداره اوباما و مقامات امریکایی از کلمات شدید استفاده کرده و تهدید نمودند که کمک های امریکا قطع خواهد شد. همچنان اعضای کنگرس نیز در این مورد اظهار نگرانی کردند. فکر میکنید این همه هشدار و تهدیدها مؤثر است؟ چی کار دیگری میتواند کنگرس یا اداره اوباما در این بحران در افغانستان انجام دهند؟ این بهترین راه است که ما پیشنهاد کردیم. من از آینده افغانستان بسیار حمایت می کنم و طرفدار روابط ایالات متحده و افغانستان فراتر از سال 2016 هستم. اما باید بدانیم که ما همکاری داریم که کار را به شیوه درست آن انجام می دهد و یک حکومتی که قانونی است. در نهایت نیاز داریم تا برای مشکلات انتخاباتی برای حل دست یابیم و به مردم افغانستان اطمینان بدهیم که حکومتشان به طریق مشروع به وجود آمده و نظریه ایجاد حکومت موازی به معنای از بین رفتن افغانستان خواهد بود. ما می توانیم کمک های تکنیکی مورد نیاز را برای تفتیش فراهم کرده و در اختیار افغانستان بگذاریم، ولی در عاقبت امر تصمیم نهایی به حکومت و مردم افغانستان تعلق دارد. هرگاه ایالات متحده کوشش زیاد کند تا راه حل پیدا کند، این کار می تواند مداخله گفته شود و تاثیر برعکس کند. کار دیگری است که مقامات و کنگره در این راستا انجام دهند. فکر می کنم ما به حیث امریکایی ها باید بسیار محتاط باشیم تا قسمی دیده نشود که ما تصمیم نتیجه نهایی را می گیریم. این موضوع است که ما بسیار نگران آن می باشیم. ما از مردم افغانستان می خواهیم که به نتایج انتخابات کشورشان اعتماد کنند، به معنای یک انتخابات عاری از مداخله امریکا و مداخله هر نهاد دیگر در افغانستان و به معنای به دست آوردن تعهد مردم افغانستان. ولی من فکر می کنم موقف ما واضح است. ما کوشش نمی کنیم که بالا نتیجه اثر داشته باشیم، بلکه یک نتیجه درست می خواهیم. شما در صف اردوی امریکا در عراق و افغانستان کار کرده این. شما فکر میکنین که امریکا در راستای حفظ ثبات در افغانستان و جلوگیری از خشونت در افغانستان چی کار کند؟ در حالی که قوای امریکایی از منطقه خارج میشوند. ما باید این موضوع را روشن بسازیم که امریکایی ها از افغانستان خارج نمیشوند. ما ممکن حضور نظامی خود را کاهش دهیم، اما تعهد ما قوی است. امیدوار هستم رئیس جمهور بعدی موافقتنامه امنیتی را امضا کند. نظامیان امریکا در حل بحران انتخابات بجز از کمک تکنیکی، یعنی کمک به پروسه شمارش آرا و تأمین درستی و تمامیت پروسه، کار دیگری کرده نمیتوانند. اما ما باید برای مردم افغانستان روشن بسازیم که اگر شما نمیخواهید که زیر سلطه طالبان زندگی کنید و می خواهید در آزادی و طبق رواج‌های محلی خودتان زندگی کنید، امریکا در کنار شما ایستاد خواهد شد. و اگر امریکا در کنارتان باشد، طالبان دوباره آمده نمی توانند. اگر امریکا برود، آنها دوباره آمده می توانند. در مقاله از نیویورک تایمز آمده بود که نگرانی های زیادی در مورد شکلگیری حکومت دوگانه در افغانستان وجود دارد. به نظر شما اگر کاندیدان هر کدام حکومت خود در افغانستان اعلام کنند، چی پیامدی خواهد داشت؟ فکر می کنم تشکیل حکومت دوگانه بدترین حالت برای افغانستان باشد و باعث خواهد شد که افغانستان میان طرفداران عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی تقسیم شود و کشور دستخوش بحران خواهد شد که بدتر از حالت کنونی خواهد بود. حکومت دوگانه، امیدوار هستم این کار هرگز نشود. اگر شود، به معنای از بین رفتن افغانستان خواهد بود.